آمریکا و اعترافی از متحدان این کشور میگویند وزارت امنیت داخلی چین و هکرهای وابسته به آن مسئول بخش بزرگی از حملات سایبری هستند. ویلیام برنز رئیس سازمان سیانیز پیشتر از چین کمونیست به عنوان بزرگترین چالش ژئوپلیتیک برای آمریکا نام برده بود. هوشمند میرفخرایی در این باره گزارش میده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده به همراه ناتو اتحادیه اروپا بریتانیا استرالیا ژاپن نیوزلند و کانادا جمهوری خلق چین را مسئول یک رشته رفتارهای بی ثبات کننده و غیر مسئولانه در فضای مجازی می که تهدید بزرگی به اقتصاد و امنیت ملی این کشورها تلقی می شود. تقریبا هفت ماه پیش مایکروسافت به حمله سایبری بزرگی به ایمیل های این شرکت اشاره کرد و به گزارش رویترز در بیانیه امروز حزب کمونیست چین و هکرهای وابسته به آن مسئول این تهاجم در فضای مجازی شناخته شدند. رئیس سازمان سیا نیز شش ماه پیش با حضور در مجلس سنای آمریکا حملات سایبری چین و عوامل آن را یکی از چالش‌های بزرگ امنیتی خوانده بود. این دنیایی است که تهدیدهای آشنا همچنان ادامه دارد تهدیدهایی مانند تروریسم و گسترش سلاحهای اتمی روسیه متجاوز کره شمالی تحریک‌آمیز و ایران متخاسم اما چالشهای جدیدی مانند تغییرات اقلیمی و ناامنی بهداشت جهانی و تهدیدهای سایبری از جانب چین و رهبری متخاصم آن به ایالات متحده و آمریکایی‌ها صدمه سنگینی می‌زند و بزرگترین آزمون ژئوپلیتیک برای این کشور است. وزارت دادگستری آمریکا هم روز دوشنبه چهار تن از اطبای چین را به شرکت در حملات سایبری بینون مللی به دهها شرکت دانشگاه و مؤسسات دولتی در ایالات متحده و شماری از کشورها متهم کرد. حملاتی که بین سالهای 2011 تا 2018 انجام شده و بر اطلاعاتی متمرکز بوده که به نفع شرکت و مؤسسات چینی تمام شده است.